خیلی به خودم، به مغزم فشار آوردم تا بتونم الان رتبه 6 رو داشته باشم. شما توی اون نام کاربریتون یه تکبر رو هم گنجوندید بین اسم و فامیل. بله. خانوم هم این لقب رو سم انتخاب کرده. مصطفی تکبر بهتون میگه؟ بله. تو همه چی خودم تکی مثلا هستم یا تصمیم میگیرم، باید فقط هم با خانواده هم، با کسی نمیپرم. چقدر فوتبال دنبال میکنی؟ خیلی خیلی، من یه داداشم دارم خونه است، بیشتر اون فوتبالیه. خب بعد معلوله دم اسمشم بیایم، رامین. خدا حفظش کنه رامین جون. سلام، سلامت باشی. بیشتر نتیجه هایم اون میگه، نتیجه درست اون میگه. اگه اون نبود شد من هم 4-5 هزار هم نبوده. من خودم فوتبالیستم، یعنی قبلا بودم، بعد خیلی هم فوتبال دیگه تو خونم شده دیگه. نفر اول الان چند هفته است من میخوام بگیرمش، بعد بازی رئال نمیتونم. ماشاءالله خیلی خوب چیز پیش بینی میکنم. تو پیش بینیات هوای بارسلونا رو داری یا نه؟ اصلا موقع پیش بینی پیش بینی موقع طرفدار طرفدار احساسات نداشته باشم، منطقی بزنم. خب ولی آره بعضی وقت مثلا بازی استقلال من نمیتونم باخت یا مساویش رو بزنم، همیشه بردش رو بزنم. خب شاغلی، محصلی، دانشجویی، معلمی؟ سال آخر دانشگاهمه، برای معلمی دارم میخونم. خب 22 سال سه معلمی، ماشاءالله. معلم چی؟ ابتدایی. من طرفدار گواردیولا بودم، اصلا که بازیشو بودم. درست. دیگه هر جوی گواردیولا، من طرفدار سیتی هم. تو کاور دلیه منی. عزیز کارت. مسابقات داخلی هم شرکت کردی؟ آره ولی اصلا خوب نیست. چرا؟ نمیدونم. به کسی قولی چیزی ندادی؟ دوروبری ها معمولا قول میدن. نه گفتم حالا ماشین بردن یه شام بهتون میدیم. نه یه شامی هم بهتون. آره. خانواده نه اطلاع دیر نمیدادن. اطلاع ندارن؟ نه اصلا بهشون نگفتم اومدم اینجا. میگفتی حالا دعایی میکرد. نه فقط به داداش هم گفتم، اونم برایش زیاد مهم نبود. فکر کنم از 7 سالگی که بابام انگشتشو برید. چرا؟ اون موقع فوتبالی شد. چون بابام شلوار میدوخت. خب پارچه رو که اومد گذاشت رو هم رو بازی برزیل و فرانسه. طرفدار برزیل بود، انگشتش رو کلا برید. من همینجوری موندم و فوتبالی شدم. من با حمایت داداشم، یعنی داداشم به این پیشنهاد داد برنامه رو نصب کنم. خب بعد راستش رو بخواین از بازی خارجی خیلی سر در نمیارم، خیلی کم. بعد 5 بازی قبل یه تیم رو با تیم رقیب رو نگاه میکردم، بعد تو جدولم نگاه میکردم، بعد میمدم پیش بینی میکردم. کلا آدم خوششانسی هستید شما؟ بله، بیشتر تو زندگیم خوششانسیمو دیدم، یعنی معجزه رو دیدم. خانمی که رتبه یه که این باعث شد، آره خانم قرقزلو، ایشون باعث شدن من هفته قبل ریسک کنم اینجوری بازم خراب شد. یکی دو تا خارجی هم پیش بینی نکردم. اوه اگه فرامو... آره اگه پیش بینی میکردم کنم دیگه وقت دفعه سر بودم. بازی قبلی بود من زده بودم 1-1، همین تو ماشین همین بازی بیارم، همین بازی بیارم خدا شاهده زده بودم 1-1، تو ماشین نظرم عوض شد کردمش 2-2. اوه یعنی ده خودش... شد هفت. آره دهم شد هفت. سلام به مخاطبان فوتبال 360. دور 42 و پایانی مسابقه پیشبینی فوتبال خارجی فوتبال 360 داره برگزار میشه و اوج هیجان اینجاست. دو تا تیم سقوط کرده آلمریا و کادیز باید به مسافه هم برن، هیچ اهمیتی برای هواداره خودشون هم نداره، اما اینجا یه سری آدم هستن که این بازی براشون حکم مرگ و زندگی داره. بیش از 641 هزار نفر تو مسابقه پیشبینی ما شرکت کردن و الان این جمع چند نفره جزو برترین هان و دارن می جنگن برای کسب یه پژو 207، 100 میلیون تومان پول نقد و البته 50 میلیون تومان پول نقد. همراه ما باشید، اینجا رقابت میلیمتریه. تساوی تیم‌های ویارال و اوساسونا بیشتر از هر آدم دیگه در نقاط مختلف کره زمین به نفع آقای عزت‌الله مرادی بود که با این مساویه ایشون جای خانم قرقزلو رو در صدر جدول پیشبینیمون گرفتن، ولی خیلی نزدیکن. 2719 به 2717 الان که دارم باهاتون صحبت میکنم فاصله شون فقط 2 امتیاز. آقای مرادی چی کار داری میکنی؟ از ایزه هم اومدی را دور؟ ما بعد یه فاصله باید بگیریم دیگه، این سیبیله ما رو میترسه. نه با اختیاره، با کچکش فاسی. اگه ناراحت نمیشی استرس بالا است، استرس بالا است دیگه. خانم قرقزلو که به همراه آقا داداششون اینجا حضور دارن، صدرنشین فعلا باید بگیم سابق. خانم الان شما چه حسی نسبت به ایشون دارید؟
چرا ول نمیکنه صدر؟ بیشتر که خودم میبرم. شما الان چندومی؟ هفتم. شما چندومی علی آقا؟ چهارم الان. چهارم؟ بچه شما چی؟ منم سوم هستم. سوم؟ آره. من هفتمم. شما چندومی؟ منم پنجم مشترک. اینجا دوستانی که دارید مشاهده میکنید شانسشون خیلی کمه، نیاز به معجزه دارن. دوست عزیزمون همه بازی ها رو مساوی زده، طرفدار یونایتده و تنها کسی بود که دوستش یونایتد گل بخوره و بازی مساوی بشه. چرا که تنها کسی بود که بازی رو مساوی زده بود، البته به همراه شما، ولی خب نشد دیگه. اینجا شما طرفدار یه تیمی هم باشی دوست داری تیمت نتیجه نگیره تا خودت برنده بشی. اینجا بشناسی طرفدار واقعی رو. میخوام شما رو با خوشتیپ ترین آدم اینجا هم آشنا کنم، آقا پسر آقا فعاد سفری که الان 11 هم هستش. اسمت چیه؟ آراد. آراز. آراز چند سالته؟ چه اسم قشنگی داری؟ هفت. هفت سالته؟ فوتبال دوست داری؟ بله. به بابا کمک میکنی؟ طرفدار کدوم تیمه؟ استقلالی هستی؟ خارجی چی؟ لاتومادیل. چی؟ یه بار دیگه بگو. لاتومادیل. رئال مادریدیه. همراه ما باشید، فعلا یه رقابت بسیار جذاب تو صدر جدول داریم، دو نفر فاصله یک امتیازی و البته علی پورمایین هم الان اومد سوم جای آرمین شیرازی با 2728 امتیاز. فاصلش با صد فقط 8 امتیازه. رقابت هیجان انگیزه دوستان. ولی خدایش چهار ماه اول حتی شما اگر نتیجه شما. یک یک بشه میام بالا. علی آقا شما چی؟ من همه میشم به جز من. شما رئیس. توکل به خدا. شما فرمایید. ایشون به نظرم. شما؟ چرا خاموش شما؟ شما چی قربونت؟ خودم اول میشه. شما قربونت؟ من تفضل خانم فاطمه بود. اوکی. شما قربونت؟ من طرفدارشون هم بودم. اوکی. من خودم هم طرفدارشون. آقا با نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. چیز جالب هم هست. نکته جالب این که یه خانم هم از خودشون هم زدن. یعنی اینکه نه خودشون نزدن. داداششون بهش کمک کرد. نه خودم زدم. یعنی شما همه بازی ها رو خودتون تحقیق میکنین راجع به تیم و داداش هیچی بهتون نزد. نه اصلا. من می‌خواستم کمکش کنم الان 30000. من 30000. داداش هم خودش هم هست. چند تا اتفاق رخ داد. بازی کادیز و آلمریا که جفتشون سقوط کردن و تو خود اسپانیا و طرفدارای این دو تیم هم دنبالش نمی‌کنن، یه سری اتفاقاتی رو به همراه داشت که باعث شد برای این سه نفر سرنوشت عجیبی رقم بخوره. اول گل مساوی رو آلمریا زد و آقای آرمین خان اومد رده دوم، خیلی خوشحال بود، داشت خوشحالی بعد از گل مساوی رو میکرد تا اینکه گل دوم آلمریا زد و شد به نفع این آقا امیر عزیز. امیر اومد بالا ولی گلای بعدی رو آلمریا زد، تیم رده 20م 5 تا الان زده تا به نفع همونی بشه که همه اتفاقات داره به نفعش میشه و هممون هم داره میخنده، آقای مرادی که یوونتوسش هم 2-0 برد و الان ایشون با 2736 یعنی 2736 امتیاز اوله، با 7 امتیاز برتری نسبت به خانم قرقزلو و علی آقای پورامین هم سومه 2728، یعنی فاصلهش خیلی کمه. حالا یه مورد داشتیم که مشکل براش پیش اومده، آقا مصطفی پدر حضور نداره و پسر به هواخواهی از پدر اومده اینجا و به جاش نشسته. بابا رفت کجا؟ بابا رفت ما میکروفون بابا رفتم بیرون، فکر کنم کار داشتن تو ماشین یه سی می‌خواست برداره. کار داشت یا از استرس رفت؟ ها از استرس هم خیلی رفت. الان نتیجه تو مثل اینکه خوب در اومد. الان چندمی؟ الان چهارم. چهارم. از ششم اومده بودیم چهارم. الان بازی لورکوزن و کایزرسلاوترن شروع شده. نکته ماجرا اینه که تفاضل گلا داستاندار میتونه بشه. آقای مرادی شما بازی لورکوزن چند زدی؟ 3-1. 3-1. علی آقا شما سومی چند زدی؟ 2-2. 2-2 و شما 1-1 زدی. خانم قرقزلو بازی رو 1-1 زده. اینجا اگر تفاضل گل شما برتر بشه شما میتونی بکنی بری بالا، ولی اگه با فاصله دو گل به اتمام برسه به نفع این دو نفر میشه و بعد ببینیم ماجرا چی میشه. هنوز 3-4 تا بازی دیگه باقی مونده و هر لحظه امکان داره آقای مرادی این خنده‌ای که رو لبش هستش از بین بره. ولی 1-1 آره، بازی تیز کایزرسلاوترن 1-1 خیلی ریسکیه. دیگه بحث چی شد؟ عجیب بود بزنه. رایون نزدیک بود بزنه. مساوی زدی تو هم؟ کی فکرشو میکرد یه روزی یه ایرانی واسه گل زدن رای وای کنه انقدر بپره بالا پایین. سلام. آقای سیویل اول هم استاد. علی اول. سلام.
خب چجوری اوضاع که اولی که دومه؟ عجیب غریب خانم قرقزلو که بله فکر می‌کردیم اولاً الان اول نیستن و آقای مرادی که اینجوری دارن شما رو نگاه میکنن همینجوری هرس درار داره میخنده اوله. او سیبیلش نمیذاره خنده‌اش خیلی. ولی خیلی رقابت شدید الان یه فاصله 7 امتیازی تقریبی انداخته آقای مرادی با خانم قرقزلو. برد 2-0 یوونتوس خیلی بهشون کمک کرد. 2-0 زده بوده؟ 2-0 ایشون زده بود. تفاضل گل خیلی کمکش کرد. ویارئال زده بودی؟ دو یک زده بودن. با اونجا آقای مرادی اونجا سبقت کرد. مساوی زده بود. من زدم 2-2. آره 2-2. بله. اول 1-1 زده بودم دیگه عوض کردم. آها استاد الان لورکوزن گل زد و این مسئله باعث شد فاصله بشه 2 امتیاز چون ایشون 1-0 زده بوده لورکوزن و فکر کنم با فاصله 2 گل شما زده بودی 3-1 ولی یه جوریه بازی که قطعا بازم گل داره. گل داره آره یعنی لورکوزن نداره. حداقل میدونی 3-2 چیزی مثلا 4-3 الان اختلاف 2 گل گفته و اختلاف 1 گل. آره 1 گل. علی آقا رو داریم که خیلی خوب پیشروی کردن الان سومن چهارم مشترک داریم آقا مصطفی چهارمن و خیلی خوب کار کردن فکر کنم یه چهارم دیگه آرمین تو اومدی چهارم آرمین هم الان اومده چهارم یعنی برای 50 و 100 هم یه رقابت بسیار شدید وجود داره و اینکه سه تا بازی هم مونده. آقا بفرمایید راحت باشید راحت باشید اجازه بدید من فقط هستم من با هم دیگه پاناتینایکوس گل زد دقیقه 97 و این یعنی چی؟ یعنی خانوم قراگزلو با یک امتیاز اختلاف اومد اول. البته هنوز بازی ها تموم نشده چند تاش، بازی پاناتینایکوس تموم شد ولی پاریس سن ژرمن در جریان بازیش، بازی لورکوزن در جریان، بازی رئال و میلان هم داره برگزار میشه. اما فعلا خانوم قراگزلو با 2761 امتیاز اول، آقای مرادی عزیز 2760 امتیاز، فقط یه امتیاز فاصله دوم، علی پورمایین 2752 امتیاز سوم، آرمین هم که به خاطر مساوی پسژه رتبهش خیلی خوب شده بود الان اومده چهارم با 2745 و آقا مصطفی پنجم 2738. هنوز هم برای پژو هم برای 100 میلیون هم برای 50 میلیون رقابت در جریانه و تو جزئیات به خاطر تفاضل گل ممکنه رتبه‌های اول دوم سوم چهارم پنجم تموم شه. اما فعلا این خانم که خیلی وقتم صد نشین بود داره میره به سمت قهرمانی و به لطف گل دقیقه 97 پاناتینایکوس صد نشین. خانم فکر میکردی یه روز از یونان یه نفر بتونه به شما کمک کنه پژو 207 ببری؟ اصلا. پیغامت به بازیکن پاناتینایکوس چیه؟ هرچی تشکر کنم ازش اصلا کمه. واقعا فوق‌العاده بود. ثانیه آخر بود، یعنی عالی بود، عالی بود. آقای مرادی رو داشته باشیم. فعلا بنده خدا یه خنده تلخی داره و من تحویل میده ولی اینجوریه که وایس واسط دارم. ببینیم چی میشه. آقای مرادی اگه میخواد اول شه و شانسش زیادتر بشه برای اولی باید دعا کنه که تو این بازی یه گل رد و بدل شه. حالا اگر کایزرسلاترن گل بزنه همه این عزیزانی که شانس اول شدن دارن 2 امتیاز میگیرن. اگه لورکوزن گل دوم رو بزنه علی 10 میشه، ایشون 7 میشه، خانم قرقزلو 2 امتیاز میشه. یعنی میشه 5 امتیاز. 5 امتیاز میشه. پس این بازی لورکوزن با کایزرسلاترن خیلی گره‌گشا میتونه باشه. دقیقه 82 1-0 به سود تیم آقای شابی آلونسو. پی اس جی لیون رو هر سه نفر اول 2-1 زدن، یعنی اصلا مهم نیست براشون. الانم 2-0. بازی میلان تو تفاضل گل میتونه حساس باشه و بازی رئال و بتیس. اگر گل بتیس مورد قبول واقع میشد دیگه خانم قراگزلو از این بازی 10 امتیاز نمیگرفت، ولی فعلا 0-0 و شانسشون زیاد هست. همه نگاه فعلا به لورکوزن. نه 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 جلو نه جلو اصلا نشو. اوه 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 کی کی لورکوزن. نه 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 ولش کن. واو خانم قراگزلو قسمت اول شد. یا خدا نه 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 وای بازی کایزرسلاترن و لورکوزن در ورزشگاه المپیک برلین میره که با نتیجه 1-0 اتمام برسه. نگاه ها به خانم قراگزلو و برادرش، چه خنده از ته دلی. مطمئنن دیگه بازی تموم شده است. توپ هم دست کایزرسلاترن نیاست اما تو زمین خودشون لو دادن. چی کار میکنه؟ پشت محوطه جریمه زربش رو میزنه و کورنر.
آخ 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 چه عرقی کرده آقا دیگه تموم شده محمد آخه بدبختی نگه خود دلگوزه نمیخواد میبن همون یک تش به خودم گفته چی شد الان؟ لورکوزن یکیچ بازی رو برد تا ده امتیازش برسه به خانم قراگزلو و همچنان با فاصله یک امتیاز بالاتر از آقای مرادی باشه. این آقای آرمینی که اینجا دارید مشاهده میکنید و فعلا چهارمه، اگر بازی رئال و بازی پاریس جفتش 2-2 بشه تحت شرایط بسیار خاص حتی ممکنه اول بشه و این خیلی عجیب میکنه ماجرا رو. پس هنوز منتظر باشید، ولی فعلا با گلی که الان میلان خورد امتیاز به امتیازهای خانم قراگزلو اضافه شد و از آقای مرادی کم شد. بزن بس. وای سالرنیتانا داشت دومی رو میزد. من یه ذره طرفدار آقای مرادی شا خیلی تنهاست، به خدا به شدت تنهاست. گل گفت چی شد؟ آقا لیون گل زد، گل لیون گل زد. اگه یکی دیگه بزنه 10 امتیاز میره برای ایشون، یعنی 8 امتیاز به امتیاز الانش اضافه میشه و از این دوستان امتیاز کم خواهد شد. الان هر سه نفرشون 5 امتیاز گرفته بودن، میشه 2 امتیاز، یعنی 3 تا از هر کدوم کم میشه و آرمین میاد بالا. آرمین قلبم گره نزن. پاریس زد، پاریس بزنه دمت گرم، دمت گرم. پاریس سومی میزد، آرمین همینجا دیگه خارج میشه. خانم قراگزلو بله، الان چند درصد خودتو اول میدونی؟ 99%. 99%. از کدوم بازی میترسی؟ من میلان. الان آرمین چهارمه با 2748. اگر اون بازی مساوی بشه دو امتیازش میشه 10 امتیاز، 8 امتیاز بهت اضافه میشه، میشی 2756. بعد از آقای پورموئین و خانم قراگزلو آقای هاشمی هم کم میشه، 8 امتیاز کم میشه. بعد من میام اول دیگه اون موقع. آره آره الکی الکی. اگه میام پاز نه رئالم باید دو باشه، رئالتم باید دو باشه حتما. رئالم نه همین مساوی بشه بازم میشه. نه آقا بذار آقا مصطفی من صحبت کنم. گول بچه‌هاشو خورد، دو تا پسراش بهش گفتن ریسک نکن، ریسک نکرد. شما باید ریسک میکردی آقا مصطفی، شما جات بین نفرات برتر خالیه. آره به قرآن خالیه، واقعا خالیه. حقشون نیست واسه آقای مرادی، حقشه. خانم قراگزلو حقشه. نه حقشونه، زحمت کشیدن. خانم قراگزلو که واقعا چند هفته اوله. الان برای پسرات تنبیه در نظر نگرفتی؟ نه بابا تازه تشویقشون میکنم. چرا تشویق؟ شما نذاشتن ریسک کنی. ببین نداره فدای سرشون میشه دوره بعد. گل برای سالرنیتانا. آقای مرادی الان به دو تا گل نیاز داره و این عزیزان که انقدر دارن خوشحالی میکنن 5 امتیازشون دوباره شد 7 و فاصله در صدر جدول بیشتر شد و آرمین هم 10 امتیازش خراب شد. گل گل برای سالرنیتانا. 3-3 3-3 سالرنیتانا مساوی شد و خانم قراگزلو امتیازات رفت. آقا خیلی عجیبه. آقای مرادی خوشحال باش مرد. الان شما 7 امتیازتون شد 2 امتیاز، ایشون 5 امتیازش شد 2 امتیاز. وای میلان 5 دقیقه وقت اضافه گرفته شده و هر لحظه امکان داره تو این بازی گل زده بشه. موقعیتی واسه لیون، برو بابا داخل محوطه. یه پاس لاکازت، بزن لاکازت، لاکازت شد گلنه. آخرین موقعیت واسه میلان، لیون بزن. لیون دقیقه 94. خب ببینیم ما این ضربه چه کار خواهد کرد. یارو شماره 19 پشت توپ قرار میگیره، یه نگاه به توپ، یه نگاه به دروازه. 19 نزد، 19 نزد، میرفت دروازه باز بشه که نزد. مهمترین نکته این صحنه بود که شماره 19 نزد. اگر این بازیه با همین نتیجه باقی بمونه خانم قراگزلو اول شده و حتی اگر یه گلم رئال بزنه بازم شما اولی. اما فکر کنم ترجیح میدی نتیجه همین بمونه، چون یکی بزنه ممکنه دومی هم بزنه. شارژ بشه دومی هم بزنه. آقای مرادی قرانچی چپ چپی نگاه میکنه. خب چون چند دقیقه بیشتر نمونده من میخوام روی امیر رو ببوسم. امیر جان
چرا این اتفاق افتاد؟ چون میخوام ازش خواهش کنم جاشو با آقای مرادی عوض کنه. خیلی لحظات حساسیه. به نظرم جالبه که عزیزانی که شانس قهرمانی دارن رو در یک خواب داشته باشید. با دستای گرم شما مهداماد رو آقای مرادی بفرمایید. بفر. There we go. Well, the final whistle is blown. بازی را تموم شد. بازی تموم شد. قهرمان. قهرمان. خانم فاطمه قراگوزلو از شهرستان بیاض در نزدیکی شیراز. بفرمایید دوستان. نه. خانه دارم هستید درسته؟ بله. این ماشینه رو نگه میدارید؟ نه دیگه میفروشم دیگه. ایشالله که دیگه. هر استفادهی میخوایید براش در نظر بگیرید به بهترین شکل رخ بده واسهتون همه اتفاقات. ممنون. شما واقعا کار بزرگی انجام دادید در کنار داداش که کمک کرد اپ نصب کنید. اگه داداشم نبود من که اصلا برنامه نمیدونستم برنامه هست. داداشم گفت منم نصب کردم و پیش بینم. خب نمیخواید این موفقیت رو به کسی تقدیم کنید؟ به خانوادم. به خانوادت؟ بله. انشالله که از شما و بقیه اعضا تشکر میکنم. خیلی زحمت کشیدید. خواهش میکنم. از آقای فردوسی پور، ایشون هم برای بازی لورکوزن اصلا به من گفتن که 1-0 نیست. ولی شد. انشالله که همیشه سالم باشید. جورجیوس واگیانیدیس. شما قهرمانیتون رو مدیون این بازیکن هستید. بازیکن تیم پاناتینایکوس دقیقه 97 گل زد و تونستش ایشون رو بندازه جلو. از کوسونو مدافع تیم لورکوزن هم باید تشکر کنیم که اخراج شد تا لورکوزن دیگه گل نزنه، بازی 1-0 بمونه. یه سری اتفاقات اینجوری به یه نفر کمک میکنه تا بتونه قهرمان بشه. با آقای واگیانیدیس چه صحبتی دارید بهشون بگید؟ نمیشناسمش. شو خانم 207 از ایشون دارید. با آقای مرادی هم میخوام پیغامش رو با آقای واگیانیدیس بگه. واقعا بگو جدی دیگه چیزی. قابل پخش بگیر فقط. به نظرم همه چیز مشخصه. حرفای خوبی رو ندارم با آقای واگیانیدیس. ولی هر چه که هست شما هم برنده 100 میلیون شدید. این 100 میلیون‌ها رو برنامه خاصی براش دارین؟ صد میلیون دیگه پول خوبه. درسته 100 میلیون با قبلا خیلی فرق داره، ولی بازم یه مبلغی هست دیگه. بازم خدا رو شکر 100 میلیون به هر حال الان 100 میلیون دیگه. مسابقه پیش بینی فوتبال خارجی فوتبال 360 تموم شد. 7-8 ساعت کنار این جمع جذاب بودیم و در نهایت خانم فاطمه قراگوزلو تونستن رتبه نخست رو مال خودشون بکنن. برنده پژو 207 شدن. آقای امتیاز اختلاف. اول گفتی من آقای مرادی با یک امتیاز اختلاف رتبه دوم رو مال خودشون کردن و 100 میلیون تومان بردن و نفر سومم علی پورمعین شد. درست گفتم؟ علی پورمعین با 50 میلیون تومان. و بقیه دوستانم واقعا درخشیدن، فوق‌العاده بودن. تا همینجا اومدن خیلی کار دشواریه، پیش‌بینی کردن خیلی سخته و دم همگیتون گرم. کنارتون لذت بردیم و دم شما هم گرم. پیش‌بینی فوتبال داخلی هم به زودی برگزار خواهد شد و برندگانش معلوم میشوند. یا علی مدد، خدا نگهدار.